بهنوش بختیاری بالاخره بعد از 26 سال از تجربه تلخ آزار جنسی که توی سینما و تلویزیون تجربه کرده صحبت کردش و درباره جزئیات این ماجرا و اینکه کی بوده و چه وقتی این کارو کرده هم صحبت کردش. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های بهنوش بختیاری رو میشنویم. شما برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. بهنوش بختیاری در گفتگویی که به تازگی با تیوی پلاس انجام دادش از تجربه آزار جنسیش گفت و اعلام کرد که این موضوع رو پیگیری قضایی هم کرده و اگه لازم باشه نام آزارگر خود رو هم فاش خواهد کرد. بهنوش بختیاری در این باره گفت: در این 26 سالی که در سینما حضور داشتم و فعالیت کردم هیچ وقت چنین چیزی رو تجربه نکردم به جز کار آخرم. ماجرا این است که یک واژه داریم به نام زن شوهردار، انسان متأهل و متعهد. این آقا با علم به این موضوع به من پیشنهاد داد و واکنش من هم چک و لگد بود و فوش. عمق فاجعه اینجاست که همسر و فرزندان این فرد هم سر صحنه حضور داشتن. او ادامه داد: چون پاسخ این آقا رو ندادم 1000 تومان هم از حق و ذمه من رو پرداخت نکرد. یه روز من رو سوار ماشینشون کردن و از شوراباد قم به سمت تهران حرکت کردیم. من رو کیلومترها دورتر از خانه برد. به او گفتم نگه دار، توجهی نکرد تا در نهایت با 110 تماس گرفتم. به من گفت اگر یکم با من سازش کنی پولت رو هم میدم. من هم با لگد زدم تو کمر اونو، گفتم خاک بر سر من بختیاری اگر به خاطر پول چنین کاری را انجام دهم. او در پایان گفت: ولی از طریق مراجع قضایی ماجرای حقوق را پیگیری کردم و اگر هم لازم شود نام ایشان را فاش میکنم. در حال حاضر هم موافق جنبش میتو هستم، چون هر کس یک پولی به دستش آمده فکر کرده میتونه به سینما بیاد و هر کاری دوست داره انجام بده. خب رفقا، بهنوش بختیاری با این مصاحبه جدیدی که انجام دادش اونم به جنبش میتو پیوست. افرادی که حالا به این جنبش میپیوندن به نوعی مورد آزار جنسی قرار گرفتن که حالا عموما هم از افراد مشهور هستن یا هم که متجاوزشون فرد مشهوری بوده. قبلا هم مواردی درباره ریحانه پارسا، هانیه توسلی، شادمهر عقیلی و خیلی از بازیگرها و سلبریتی های کشورمون براتون ویدیو ساختیم که ویدیوهاش توی کانال هست، میتونید مراجعه بکنید و تماشا بکنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون راجع به این ماجرا و صحبت های بهنوش بختیاری توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. خوشحال میشم از ما هم حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.